آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده پیش از نشست وزرای خارجه اروپا برای گفتگو در مورد خاورمیانه، اوکراین و دیگر اولویت‌های مشترک مورد استقبال همتای فرانسوی خود در پاریس قرار گرفت. استفان سیجورن وزیر امور خارجه فرانسه با بلینکن روی پله‌های ساختمان وزارتخانه دست داد و سپس به داخل خانه رفت تا با آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا، آنالنا بایربوک آلمانی و دیوید لامی بریتانیایی ملاقات کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده و استفان سیجورن وزیر امور خارجه فرانسه در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند. بلینکن همچنین در جریان سفرش با پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد کرد. آنتونی بلینکن در جریان سفر به فرانسه برای گفتگو با وزرای خارجه اروپا گفت فرانسه و ایالات متحده خواستار خویشتنداری و کاهش فوری تنش در خاورمیانه هستند. فرانسه و ایالات متحده خواستار خویشتنداری و کاهش تنش در خاورمیانه به طور کلی و در لبنان به طور خاص هستند. ما به کار برای آتش‌بس در غزه ادامه می‌دهیم و همانطور که یک روز پیش در مصر با برخی از شما صحبت کردیم، معتقدیم که این امر ممکن و ضروری است. We believe that remains both possible and necessary. But meanwhile, we don't want to see any escalatory actions by any. یک مشکل واقعی وجود دارد در مورد شمال اسرائیل و جنوب لبنان که باید حل شود. و این واقعیت است که از 8 اکتبر حزب الله به اسرائیل راکت شلیک کرده. اسرائیل در حال تلافی است. جمعیت شمال اسرائیل و جنوب لبنان مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. و همه ما می‌خواهیم که آنها بتوانند به خانه‌هایشان برگردند و این مستلزم یک محیط امن است. فرانسه و ایالات متحده برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک و توافقی که شرایط امن را ایجاد کند که به مردم امکان بازگشت به کشور را بدهد با هم همکاری می‌کند. امروز در این مورد صحبت کردیم. در مورد اوکراین هم فرانسه و ایالات متحده همچنان در همبستگی کامل با دوستان اوکراینی خود هستند. وزیر امور خارجه آمریکا البته ایران را هم فراموش نکرد. ما همچنین به اتفاق می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم کسانی که با ارسال موشک‌های بالیستیک به روسیه به ادامه جنگ دامن می‌زنند، از جمله ایران، با عواقب این اقدامات مواجه نشوند. ما از اقداماتی که برای تحمیل عواقب این امر بر ایران انجام شده، از جمله تحریم ایرانر در برخی کشورها از جمله فرانسه، بسیار خرسندیم. بلینکن وعده داد که موضوعات اصلی گفتگو کاهش تنش و آتش بس در غزه و همچنین حمایت از اوکراین در برابر تجاوز روسیه خواهد بود. مجمع عمومی سازمان ملل خواستار پایان دادن به حضور غیرقانونی اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی ظرف یک سال و خواستار تحریم تسلیحاتی علیه این کشور شده است. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل آغاز مرحله جدید جنگ را در حال اعلام کرد که اسرائیل توجه خود را با جبهه شمالی علیه شبه نظامیان حزب الله لبنان معطوف کرده است.